رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من یه مشکلی داشتم با همسرم که 13 سال از ارتباط ما میشه و 10 سال هم که 10 سال از ازدواج کردیم و این مشکل از ما اوائل هم بود، ولی من زیادتر بهش توجه نکردم، ولی به مرور زمان این خیلی زیاد شده. شوهرم همیشه قهر میکنه، هفته ها ماه ها سر موضوعات خیلی کوچک، دعوای ما خیلی بالا میخیزه دیگه. من نمیدانم چی کار کنم. شما من بگید هر دو چند سالتونه؟ من 29 سالم هست، شوهرم 38 سال. از کجا تلفن میکنید؟ از کالیفرنیا. خب تلفنتون چرا اینقدر قطع و وصل میشه؟ اشکالی هست؟ چون یه مقدار ما مشکل داریم با تلفن آن. صدای منو میشنوید؟ صداتون رو دارم عزیز. به من بفرمایید هر دو فرزند چندم خانواده هستید؟ همسرم فرزند دوم و منم هم فرزند. و از چند تا؟ مهم چند تاشه؟ ما 6 نفریم تو خانواده، 6 فرزند هستیم. من دختر دومم، همسرم 2 برادر داره، 4 خواهر. بنابراین از 7 تا ایشون دومی هستن؟ ایشون دومی هستن بس. اوکی. ببینید از این بذارید من برای شما مثلا روشن کنم. قهر کردن یک نوع خشم فریبکارانه موذی آزاردهنده است. یعنی اصلا یه نوع خشم عصبانیه. یعنی یه انگر، یه اگریشن. فقط فرد در جهت عدم انجام کارها که خودش رو تبرئه میکنه، من کاری نکردم، میخواد طرف مقابل رو ناراحت و عصبانی کنه. و این بازی متاسفانه در خانواده‌های بسیاری از جمله ما ایرانی‌ها و عزیزان افغانستان وجود داره و بنابراین من خیلی راحت و آسوده میتونم این رو بدونم. همسر شما یه آدم خشمگین عصبانی است که از این طریق تنبیه میکنه. حالا شما فرزندی دارید یا ندارید؟ من 2 فرزند دارم. یک دختر 9 ساله و یک پسر 2 ساله. اوکی. همسرتون شغل و کارشون چیه؟ الکتریکال دیزاینر هستم. اوکی. خود شما کار میکنید یا در خانه هستی؟ من فعلا در خانه هستم. دندان پزشکی خواندم در افغانستان و 5 سال میشه آمریکا اومدم. اوکی عزیز. ببینید شما تنها راهتون، حالا بذارید از شما یه سوالی بکنم، میدونم جواب براتون شاد میشه. ایشون قهر میکنه اصلا من شما نگذارید، وقت چی میشه؟ هیچ دوام پیدا میکنه. پیدا کنه. خب بشه. چون شما اگر نقطه ضعف نشون بدید از این استفاده میکنید. چون ببینید ما در دنیا به دو دلیل میافتیم زندان. دلیلی که 99 درصد مردم میرن زندان به خاطر اینکه کاری کردن. دلیلی که 1 درصد مردم میرن زندان به خاطر اینکه کاری که باید میکردن نکردن، مثلا به بچهشون غذا یا دوا ندادن. ولی اون خیلی کمه. قهر یه نوع عدم انجامه، یعنی من هیچی نمیگم، حرفی نمیزنم، کاری نمیکنم، پس بنابراین بانبود میکنم که من بیگناهم دیگه. در حالی که بسیاری از اوقات همطور که گفتم بدترین نوع عصبانیت و نهایت تجاوز و ظلم و زور در حد همسرت رو نمیخوام بگم چون موضوع رو ندارم، واقعا پستی و حق بازی. و بعدم متاسفانه در مقابل آدمایی که قهر میکنن یه کسایی قرار میگیرن که قهر اذیتشون میکنه. خب نکن، ولی قهر میکنه، قهر میکنه، ولیش کن، معنیش نزد. به من بگید چی میشه؟ خب با پس من میخوایم که حرف خود بزنیم که خیلی اشتباه کرد. من چون هر صداتون قطع و وصل میشه عزیز. نه من نمیفهممتون، یعنی جایی که آمدی تازه اوضاع رو بدتر کرد کمی. شما روی بلندگویی چیزی نیستید؟ ستی چیزی نیستید؟ حالا خوبه؟ حالا اشکال نه، شما رو چی بودید؟ چرا چه تفاوتی کرد؟ حالا بفرمایید. بیاید شما سوال منو جواب بدید، محلش رو نگذارید، چی میشه؟ محلش نگذارم، خیلی خیلی دوام پیدا میکنه. بکنه، ایشون تصمیم گرفته حرف نزنه، کار نکنه. وقتی قهر میکنه چی کار میکنن؟
خونه نمیان، میرن یه اتاقی، حرف نمیزنن، غذای شما رو میخورن نمیخورن، با بچه ها بازی میکنن نمیکنن، چی کار میکنن؟ قهرشون به چه صورتی خودش رو نشون میده؟ کارای میکنن دکتر صاحب که حساسیت مرا برمیگه. از روزها مثلا از بعد از اینکه از کار خلاص میشه بیرون میره، 12:30 یک شب خانه میایه و آخر هفته ها رم سیر خانه نمیباشه. آخر هفته چی؟ یه آخر هفته ها چی؟ نفهمیدم. آخر هفته ها اصلا خانه نمیباشه. کجا میره؟ منم نمیدانم. شما همچی توفهی به اسم شوهر که قهر میکنه میره از خونه میره بیرون، به نظر شما رفتار درستیه؟ حتما نیست. خب چیکار میخواید بکنید براش؟ شما که نمیتونید ایشون رو کاری کنید که قهر نکنید. ایشون داره از این نقطه ضعف شما سوء استفاده میکنه. پاسخ منم خیلی مشخصه. حرف این است که قهر میکنی اصلا برو، برای چی بیایی؟ حالا به من بگید در زمینهای دیگه رابطتون با هم چطوره؟ در چه زمینه دیگه با هم مشکلات خانوادگی دارید؟ دکتر صاحب در تمام زمینه ها اختلاف داره. خب پس یه ازدواج اشتباهی بوده؟ شما که مدتی همدیگه رو میشناختید، چرا همچه ازدواج اشتباهی کردید؟ خب بالاخره همین خانواده ها بود دیگه. دوری که ما نامزد بودیم دوبار ما به این نتیجه رسیدیم که با هم همدیگه جدا بشیم و ما به میم خیلی راضی بودم که جدا شویم، اما خانواده ها اصلا مخالفت کردن. بالاخره اونا هم نصیحت کردن، مرم نصیحت کردن، بالاخره گفتن مشکلاتتون الان نیست، میتون با هم دیگه بسازیم. نه بسیار حرف مزخرفی میزنن، نه نصیحت میکنن، نه حرفشون درسته. رابطه ای که غلطه نباید آغاز بشه. اونا یه فرضی دارن که آدما باید با هم باشن چون مثلا به عنوان خواستگار رفتن یا نامزد کردن، در حالی که هدف از اینا اینه که ما ببینیم به هم میخوریم و نه. حالا به هر حال اون که گذشته. شما الان به همسرتون بگی اگه میخوای قهر کنی من جدا میشم، چی میکنم؟ پاسخی نمیدید. اصلا امی دکتر صاحب امی حیران ماده که با این آدم چی کار کنید و... کاری نمیتونید بکنید عزیز. هی تلفنتون هم قطع و وصل میشه، من نمیدونم چرا در لس آنجلس تلفنتون یا در کالیفرنیا اینجوری. ببینید عزیز، با یه کسی اولا با یه روانشناس مشورت کنید و با یه وکیل. این بازی مسخره قهر کردن در دنیای امروز با داشتن دو تا بچه یعنی فقط داغون کردن بچه ها. من نمیدونم شرایط و وضعیت دیگرتون چی، از نظر مالی، از نظر اقتصادی، از نظر روابط جنسیتون، از نظر اصلا دوست داشتن یا دوست نداشتن. ولی اگر فکر میکنید به ازدواج غلطی بوده و الان هم غلط و بد است و آزاردهنده و اذیت کننده، مشاوره کنید ببینید خیر و سرایتون چی هستم. این زندگی زندگی بدیه. آیا طلاق بدتره یا این از طلاق بدتره؟ اونی که بده را قبول کنید که گرفتار بدتر نشید. در حال متاسفم از آنچه شنیدم. حالا دکتر ما با روانشناس خیلی صحبت کردیم. ما یک سه بار با دکتر روانشناس صحبت کردیم، اما این حاضر نمیشه که با جلسات ادامه بده. دیگه همیشه مرا مقصر میدانه، میگه مقصر تو هستی، مقصر تمام کارا تو هستی، من هیچ مشکلی ندارم. دیگه به همین خاطر من حیران مانم. خب شما حرف تو این است که من تو یه زنی داری که مسئول و مقصر همه مشکلاته. حالا بذارید ازتون این سوال بکنم، اگه بهش بگید پس من میرم طلاق فایل میکنم که جدا بشیم، چی میکنه؟ میگه اوکی برو طلاقت فایل کن، ولی راضی به طلاق هم نیست. اصلا چه اهمیتی داره در امریکا که ایشون راضی باشه یا نباشه؟ چیزی که مرا مانع میشه از طلاق گرفتن دکتر صاحب، همی سرپرستی دو تا طفله. خب سرپرستی دو تا طفل چیه؟ اینم از اون حرف هاست. منم متاسفم اینو بگم که نزدیک 50 سال تو این کارم یک خانواده ندیدم که به خاطر بچه ها تو زندگی زن و شوی میدونم، به خاطر نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی اون چهار تا نونه. برای اگر تو خانواده جنگ است و پدر قهر میکنه و نمیاد تو شنبه شنبه نیست و معلوم نیست اصلا کجاست، این به چه فایده برای بچه ها داره همچین پدری؟ خب دکتر صاحب همیرم قبول نمیکنم. من برش گفتم که من تمام مسئولیت طفلا رو من با عهده میگیرم،
خرچ مصرفشان هم میتونم در بیارم. ولی به این صورت هم راضی نیست. عجیبه، من نمیدونم شما چرا رضایت ایشون رو میخواید. شما در امریکا زندگی میکنید، یک نفر میتونه تقاضای طلاق کنه و طلاقش رو بگیره، طرف مقابل مخالف باش. اصلا دادگاه حاضر نیست، نه حتی دادگاه حاضر نیست بشنوه ایشون چرا میخواد طلاق نگیره. حتی یه جمله میگه زنت میخواد طلاق بگیره، تموشو، یا توافق کنید یا طلاق. لطفاً مشورت هم مشاوره کنید خودتون با روانشناس، هم با وکیل، شاید راهی پیدا بشه. ایشون هم وقتی ببینه این بازی کودکانه مسخره قهر کردن رو باید رها کنه، شاید سر عقل بیاد و زندگیش رو حفظ کنه. به حال من متاسفانه بیش از این نمیدونم درباره ایشون و چگونگی و نمیخوام واردش بشم با توجه به شرایط تلفنی هم که هست. بنابراین حرف من این است که شما یه روانشناس یه وکیل صحبت کنید و به ایشون هم حرفتون این است که اگر نمیخواید بیای کمک کنی که مسائل و مشکلات اون رو حل کنیم، من میرم طلاق فایل میکنم، رضایت تو رو هم نمیخوام. شما در امریکا احتیاج به رضایت کسی ندارید. امیدوارم به اونجا نرسه، امیدوارم نرسه، ولی برخی از اوقات مردا تا زمانی که به اینجا نرسند حاضر نیستن از خودخواهی و نادانیشون دست بردارن در بیشتر موارد. به هر حال مواظب خودتون و فرزندانتون باشید. متاسفم از اون شنیدم. امیدوارم ایشون هم سر عقل بیاند و واقع بینانه و مسئولانه عمل کنند و دست از این بازی کودکانه 3-4 ساله که قهر میکنم، نمیدونم نهار نمیخورم، شام نمیخورم، حرف نمیزنم در بیاند. مواظب خودتون باشید.